برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. هشت و شبی عراق روز یکشنبه 12 شهریور همزمان با رسیدن 40 به روزهای اوج خود وضعیت آماده باش بهداشتی را برای خدمات رسانی به زائران اعلام کرد. بر اساس بیانیه هشت و شبی، معاون رئیس ستاد امور پزشکی در هشت و شبی خواستار آماده باش و دوچندان کردن خدمات رسانی ها به زائران با ورود به روزهای اوج زیارت 40 شد و به تیمها و بیمارستانهای میدانی حاضر در جاده هایی که عبور زائران از آنها خاتمه یافته دستور داد برای خدمات رسانی هرچه بهتر به میلیون ها زائر و موفقیت 40 در سطح پزشکی و بهداشتی به کربلا برود. کمیته عالی زیارت 40 در عراق اعلام کرد که جاده جدید ارتباطی بین بغداد و کربلا امروز دوشنبه 13 شهریور افتتاح می شود. این کمیته در بیانیه اعلام کرد جاده ارتباطی بغداد کربلا پس از احداث و تجهیز آن به علائم ترافیکی و تأمین امنیت کامل آن توسط نیروهای امنیتی پس از افتتاح برای زائرانی که به سمت کربلای مقدس رفت و آمد می کنند قابل استفاده می باشد. این کمیته از مردم بغداد خواسته است به منظور تسهیل سفر به سمت حرم مطهر امام حسین علیه السلام از این جاده جدید استفاده کنند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که طالبان مسئولیت‌های امنیتی ولایت‌های هرات، فراه و نیمروز را به گروه جیش العدل و شبکه عبدالملک ریگی سپردند. این رسانه‌ها به نقل از منابع خود گزارش دادند که این دو شبکه به عنوان گروه‌های تروریستی تلقی می‌شوند که حملات گسترده‌ای را در خاک ایران انجام دادند. رسانه‌های ایرانی جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است. ایران پس از پاکستان و تاجیکستان سومین کشوری است که نگرانی خود در مورد فعالیت گروه‌های تروریستی در سرحداتش با افغانستان را ابراز می‌کند. منابع در سودان می‌گویند که در پی حملات هوایی ارتش 25 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در شهر خارتوم پایتخت این کشور کشته شدند. گاردین گزارش داده است که این تعداد از افراد غیر نظامی روزهای شنبه و یک شنبه 2 و 3 سپتامبر در نتیجه حملات هوایی ارتش سودان کشته شدند. گواهان رویداد میگویند که این شهر پس از اندکی آرامی از 2 روز به این سو دوباره شاهد خشونت‌ها بوده است. بر پایه برآورد نهادهای بین المللی از آغاز خشونت و درگیری ها میان ارتش و نیروهای پشتیبان سری در سودان حدود 5000 تن کشته شدند.